خب مشکل عیدی حل شد، شهرها بزرگتر فردا شهر عیدی میده رو چشم. اجرا، اونم اجرای برنامه زنده همیشه مشکلات خاص خودش رو داره، اما خب همیشه مشکلات گاهی شیرینیای خودش رو هم داره. مثلا وقتی من میخوام بگم همکارم تو ماج تاهپاز از سئول گزارش میده، سئول رو میخونم، سوئد میاد تو ذهنم، سوئیس میاد رو زبونم، ترکیب همه اینها میشه یه هفت سین که آخرش تبدیل میشه به سوئز. مثلا اسمش رو سوتی گذاشتیم، ولی خودمون مثلا بهش میگیم نمک اجرای زنده، ولی خب احتمالاً شما یه اسم دیگه براش دارید. البته کاملا اینا طبیعیه ها، به خاطر اینکه وقتی که تو گوش ما دو نفر مثلا کارگردان داره فارسی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، تهیه کننده داره فارسی حرف میزنه، اون وسط هم اگه یه اتفاقی بیفته بقیه هم شروع میکنن حرف زدن، این سوتیا شاید اونم یکی دیگه داره داد میزنه که مهمون افتاد مثلا. اما این اتفاق برای منم افتاد، یه دفعه 10 ثانیه همجوری نگاه میکردم به دوربین و هیچی نمیگفتم، برای اینکه مهمون اول افتاد، گزارش اولم افتاد و همه داشتن فکر میکنن که حالا چیکار کنیم و من هی لبخند میزدم به دوربین و هیچ فرمانی نمیومد از اتاق فرمان. این اشکالات تو پخش زنده هست، بقیه همکارامون هم تو جاهای دیگه دنیا با این اتفاقا روبرو شدن. بریم چند تا از این نمک ها رو ببینیم برگردیم. درود، بسیار خرسند هستم که یک سال دیگر را با خانواده بزرگ ایران اینترنشنال آغاز میکنیم. کار کردن در ایران اینترنشنال همواره همراه بوده با هیجان، خاطرات شیرین و گاهی هم تلخ. مثلا یکی از روزها در هنگام کار، درست زمانی که آماده می شدیم برای اجرای یک مصاحبه زنده، لایت استودیو منفجر شد و من همون لحظه مانده بودم که باید چه کار بکنم. اما یکی از موردهای مهمی که در کار ما وجود داره ای است که در چنین مواقع بر خودمان مسلط باشیم و به کارمان ادامه بدیم. امیدوار هستم که امسال را با تمام استرابها، خوشیها و تلخیهاش در کنار ما با ایران اینترنشنال بود. خب خاطره که خیلی داریم، همه شغل ما خاطره است، اما هیچ وقت یادم نمیره که وقتی قاضی منصوری مرده بود توی رومانی، من فرداش رفتم رومانی تا این خبر رو پوشش بدم و خب دو سه روز اول برام عادی بود، خب داشتم این کار رو انجام میگدم، اما یه دفعه روز سوم یادم افتاد که من تو هتلی در واقع جا گرفتم و هستم که ایشون اونجا مرده، یعنی سه روز پیش اون هم اونجا مرده بوده و من از فرداش اومده بودم اونجا و داشتم اونجا کار میکردم و این بعد از سه روز بود که یه دفعه یک حسی به من دست داد که تو اینجا چیکار میکنی و این مرده و این به طرز مشکوکی مرده و تو هم حالا اینجا هستی و این یه خورده برای من یه خورده هم اون روزای اول تغییر بود، ولی خب یه تا سعی کردم یه هفته رو بگذرونم و کارو تموم کنم و برگردم. میدونم صدای گالری رو نداره. خب صدای ما رو ظاهرا نداره، احسابم نداشت. لیلی سعی می‌کنیم که مجددا با ارتباطمون رو برقرار بکنیم. اجازه بدین دفعه مجدد به استانبول بریم ببینیم که ارتباطمون رو با لیلی داریم یا نه. لیلی نیکفر، لیلی صدای ما رو داری؟ لیلی خوبی؟ لیلی هم صدای ما رو نداره. بیننده تلویزیون و شنونده رادیو ایران اینترنشنال، بمانید تا دقایق دیگر بازمیگردیم با ادامه خبرها. به شما همراه خواهیم بود.